درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق می‌نشینید. یک شنبه 23 سپتامبر طبق معمول مروری نداریم بر برنامه‌های هفته گذشته افق، در عوض یک برنامه تازه برای شما داریم. با توجه به تحولاتی که در خاورمیانه و جهان اسلام و حتی ایران در اعتراض به ویدئوی مربوط به پیامبر اسلام رخ داده، گفتگوی داشتیم با دکتر مسعود نقره‌کار و آقای اشکپوس طالبی. آقای نقره‌کار، توضیح بدید اول که تعریف ما از دگراندیشی چیه، که بعد روشن بشه دگراندیش کدوم طرف این معادله قرار داره و این عدم تحمل و این واکنش ها به دگراندیشی ناشی از چیست؟ بله، سلام میکنم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. میدونید در ادبیات سیاسی ما اصلا واژه و مفهوم دگراندیشی یک واژه و مفهوم تازه است. قبلا مترادف آن در واقع مخالفت یا ناهمسازی به کار برده میشد، ولی این واژه جدیداً خوشبختانه در ادبیات سیاسی ما که واژه رسایی هست به کار برده میشه و معادل انگلیسی و یا معادل لاتین اون هم آنطور که در ایران ترجمه شده به نظر من خیلی کامل نیست، مخالفت یا ناهمسازی ترجمه شده، در حالی که میتونه به این شکل نباشه. یعنی دگراندیشی میتونه مخالفت با یک اندیشه باشه، میتونه در واقع مخالفت هم نباشه، به نوعی نادیده گرفتن اون اندیشه باشه، میتونه تعارض با یک اندیشه باشه یا دشمنی با یک اندیشه باشه، میتونه نباشه. اما تعریفی که میدن به طور اختصار، دگراندیشی در واقع عدم تمکین یا پیروی نکردن از ارزش‌ها و میشه گفت در واقع اندیشه و فکر غالب در جامعه هست، یا دین غالب در جامعه. وقتی از اونجاست که در واقع حالا روشنفکر، دگراندیش، با هر تعریفی که میتونیم ازش صحبت بکنیم، خودش رو در مقابل قدرت میبینه. یعنی اساساً این مناسبت رو میبینید یا فکر میکنید که لزوماً دگراندیش میتونه نسبتش با قدرت هم نباشه، میتونه در مقابل یک گروه اقلیتی هم دگراندیش تسلیم کاملاً، یعنی میتونه در رابطه با قدرت قرار نگیره. دگراندیشی رو میشه حتی در گروه های اجتماعی متفاوت هم تعریف کرد، یه گروه اجتماعی نسبت به گروه دیگه میتونه دگراندیش تلقی بشه، ولی در هر حال اون تعریفی که به طور عموم میشه داد همون نپذیرفتن یا تمکین نکردن به ارزش یا فلواقع اندیشگی و تفکر غالب در جامعه یا در یک گروه اجتماعی میدونه باشه. زاویه که ما به این بحث نگاه میکنیم، یعنی از منظر قدرت اگر نگاه بکنیم، اون در واقع زاویه دگراندیش چه جایگاهی پیدا میکنه؟ یعنی وقتی که ما میریم به سمت ابزار انعکاس و انتقال دگراندیشیمون، میخوایم که در واقع فقط این در ذهن ما نباشه، میخوایم این نگاه متفاوتمون رو بیاریم به عرصه عینی و اجتماعی، اونجا در واقع قدرت چطوری نسبتش رو روشن میکنه با دگراندیش؟ یعنی اونجا ایست که به نظر من اون سوال به نظر سهل و ممتنعی پیش میاد که اگر قرار هست که دگراندیش از شیوه های اعتراضی استفاده بکنه، این شیوه ها ممکنه خشونت آمیز هم باشن، قدرت در واقع اونها رو در این مناسبت چطور میبینه؟ خشونتی که دگراندیش ممکن استفاده بکنه برای ابراز ایدگاهاش و خشونتی که قدرت در واقع در مقابل او استفاده میکنه. ببینید، همونطور که گفتم تو ادبیات سیاسی ما اصلا دگراندیشی سیاسی تعریف میشد، در حالی که این برداشت درستی نیست به گمان من. الان امروز وقتی شما با مفهوم یا واژه دگراندیشی مواجه میشید، یک دامنه بسیار گسترده ای رو در بر میگیره. مثلا دگراندیشی دینی یا مذهبی هست، دگراندیشی قومی هست، دگراندیشی جنسیتی هست، دگراندیشی فرهنگی هست، و حتی اخیرا من مقاله خوندم در باب دگراندیشی اقتصادی. یعنی دامنه در واقع این بحث بسیار گسترده است این روزا. ولی آنجا که میشه گفت دگراندیشی سیاسی رو ما بخوایم بهش برخورد بکنیم، طبیعی است اون بیشتر در رابطه با قدرت تعریف میشه. حالا البته اگر قدرت مثل جامعه ما در دست یک حکومت دینی یا دین غالب در جامعه در قدرت باشه، میشه اینو یک نوع دگراندیشی دینی هم قلمداد کرد، ولی به هر حال با همون مفهوم سیاسی میشه بهش دید. توی این زاویه بیشتر در رابطه با قدرت تعریف میشه و طبیعی است که این
همونطور که در تعریف هم من گفتم، این در واقع ابراز مخالفت با اون ارزش غالب که میتونه در حکومت باشه یا اون اندیشگی غالب که میتونه در قدرت باشه، این بستگی داره، حداقل تجربه جامعه ما این بوده که غالبا بستگی داشته به نوع برخورد اون قدرت سیاسی با اون تفکری رو که مورد قبولش نیست. گاه به گونه‌ای برخورد کرده که اون تفکر تنها به شکل یک میشه گفت تعارض بدون خشونت و یا تخاصم از خودش بروز داده. گاه دیدیم که در واقع دگراندیش در یک چارچوبی قرار گرفته، لااقل در تجربه خودمون، که راهی ندیده که اون مخالفت خودش رو به شکل متاسفانه خشونت‌آمیز پاسخ بده. اینه که تو این حیطه و این محدوده تعریفی به گمان من میشه اینجوری نگاه کرد. خب بحث ما از این جای خیلی خوب به آقای طالبی میرسه. نکته ایست که به نظر من میشود اونجا تعریف کرد که اگر قرار باشد که من خودم رو حق بدانم، دیگری رو حق ندانم، یا اینکه همه حق پیش من است و دیگری حق ندارد، اونجاست که اون شیوه های در واقع دگراندیشی سیاسی یا قدرت به نسبت نگاهش به دگراندیشی سیاسی به سمت خشونت حرکت میکنه. بفهمید که تعریف شما از شکنجه و خشونت در این شکل، در این مبنا در واقع چه؟ اول سلام خدمت شما، خیلی ممنون که ما رو دعوت کردید اینجا، و سلام خدمت بینندگان عزیز شما. شکنجه یه بحث کلی داره، یه تعریف کلی داره و یه تعریف اختصاصی. تعریفش عمومی و کلی شکنجه اینه که شکنجه انجام هر عملی است تحت فشار و زور برخلاف میل انسان برای گرفتن اقرار یا اجبار برای همکاری، و این حالتی است که شکنجه شده برای زنده ماندن و نجات خود مجبور به رفتاری میشه که در شرایط عادی قادر به اون رفتار نیست. این تعریف کلی شکنجه است. اگر این تعریف کلی شکنجه رو ما قبول بکنیم، اون وقت ما میتونیم بگیم که تبعید یک نوع شکنجه است، اخراج از کار به دلایل سیاسی، مذهبی، قومی میتونه مصداق شکنجه باشه، تفتیش عقاید یا شنود مکالمات تلفنی، سر زدن به ساعت‌های شخصی، تجاوز به حقوق افراد میتونه جزء شکنجه باشه. این غذا را نخور، اون لباس را نپوش، این میوه را نخور، این یکی را بخور، برخلاف میل شخص وادار بکنیم حرفی را بزنه که نمیخواد بزنه، نوشابه‌ای را بخوره که نمیخواد بخوره یا میخواد بخوره نذارن بخوره. بنابراین اینها جزء تعریف شکنجه محسوب میشه به طور کلی. اما تعریف خاص شکنجه یه خورده دقیق تره که مورد بحث ما هست و روانشناسی بهش خیلی تکیه میکنه. تعریف خاص و حقوقی شکنجه اینه که شکنجه مجموعه رفتار سیستماتیک یک شخص حقوقی بر علیه شخص حقوقی دیگه است که تحت آموزش‌های ایدئولوژیکی، مذهبی، قومی، حزبی و یا سیاسی انجام میشه. بنابراین شخص شکنجه‌گر اینجا عامل و کارگزار یک سیستم فکری، یک قوم، یک نژاد، یک طرز تلقی از زندگی است که به صورت سیستماتیک این اعمال رو انجام میده در مورد دیگران. اگر این تعریف انجام بدیم، بنابراین کتک زدن پدر بچه‌ش رو نمیتونیم جزء مصداق شکنجه قرار بدیم. میتونیم اون رو بگیم چایلد ابیوز یا به اصطلاح کودک آزاری. مصداق شکنجه باید حتما سیستماتیک باشه. در سال 1984 از طرف سازمان ملل یه تعریفی شده که تمام کشورها اکثرا امضا کردند و قبول دارن این تعریف را. سازمان ملل اینطور تعریف میکنه شکنجه را: هر عملی که به واسطه آن و تعمدن درد و رنج شدید، خواه جسمی و یا روحی، بر فردی اعمال شود، آن هم برای اعمالی چون اطلاعات یا اعتراف گیری از وی یا شخص سالس و یا به هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که در آینده ممکن است انجام بدهد. این مصداق شکنجه است. وقتی صحبت از رابطه شکنجه شونده، شکنجه شده و شکنجه‌گر مطرح میشه، بیشتر پرسش شاید اینجا این باشه که وقتی اون موضوع دگراندیش و رابطه‌اش رو با قدرت تعریف می‌کنیم،
آیا هر فردی میتونه شکنجه‌گر باشه؟ یعنی لزوماً این شکنجه‌گر وقتی که ازش تعریف قدرت رو مطرح میکنیم، آیا یک موجود فرا بشری مصاحبت میکنیم یا یک فرد عادی میتونه شکنجه‌گر باشه تو این مناسبه؟ نه، یک انسان عادی میتونه شکنجه‌گر باشه. بر اساس تحقیقات روانشناسی بالینی و روانشناسی اجتماعی که من اینجا براتون توضیح خواهم داد، هر انسان عادی در یک شرایط خاصی میتونه شکنجه‌گر بشه. این برای ما تکان دهنده است. چرا؟ شرایط خاص چه هست؟ الان خدمتتون عرض میکنم. هر انسانی فرق نمیکنه، انسان ایرانی باشه، انسان سوری باشه، انسان آمریکایی باشه، میتونه تبدیل به شکنجه‌گر بشه. دو دلیل ما برای اینکه یک انسان تبدیل به شکنجه‌گر میشه، دو دلیل ما بیشتر نداریم. یه دلیل اینه که زمینه‌های این رفتار در درون خود شخص شکنجه‌گره. از دوران کودکیش براش مونده، تمام حقارت‌ها، تمام محدودیت‌ها، تمام تبعیض‌ها، تمام چیزهایی که این امکان بروزش نداشته، جمع میشه، تلمبار میشه، از بین نمیره تا یک شرایط مناسب ایجاد بکنه و این بیاد این تمام این دردها و زخمهای کهنه را روی کسی دیگه پیاده بکنه. در واقع خودش قربانی قدرت بوده. آفرین، دقیقاً. بنابراین شخص شکنجه‌گر از دید روانشناسی بالینی، یعنی گروهی از روانشناسانی که در بیمارستان و در رابطه تنگاتنگ رواندرمانی با افراد صحبت میکنن، به این نتیجه میرسن که این شخص شکنجه‌گر داره خودش رو تخلیه میکنه و داره تمام این دردها و غمها و محرومیت‌های خودش رو به قول دیگر جبران میکنه، دیسپلیس میکنه، یعنی جابجا میکنه. این برخورد را عده دیگری از روانشناسا قبول ندارن. روانشناسان اجتماعی برخورد دیگه دارن که با صحبت‌های جناب دکتر خیلی مشابهت داره، نزدیک میشه. روانشناسان اجتماعی از جمله من میتونم از هانا آرنت نام ببرم در آلمان و میتونم در اریک فروم نام ببرم اگین از آلمان و میتونم اینجا دکتر میلگرام در دانشگاه استنفورد نام ببرم. اینا معتقدن که انسان‌های عادی تحت یک شرایط خاصی رفتاری رو میکنن که مورد قبول سیستم حاکم باشه، یعنی در حقیقت برای اطاعت و یک رنگ شدن و هماهنگ شدن با قدرت متمرکز. چرا؟ برای اینکه در بعضی از جوامعی که قدرت در یک جا متمرکزه، یعنی قدرت، ثروت و مکنت و تعلیم و تربیت در دست یک گروهه، در دست یک ایدئولوژی، در دست یک حزب، در دست یک گروه خاصیه، بنابراین توده مردم، 70-80% مردم عادی، هیچ توانی ندارن که از این ثروت و از این مکنت و از این قدرت سهمی داشته باشن و بتونن خودشونو چه کار بکنن؟ ابراز عقیده بکنن. تحلیل جالبیه آقای دکتر نورکار. ببینید، اگر قرار بر این باشه که بر این مبنا بپذیریم که دیگراندیش در اقلیت است در جامعه، این دیگراندیش در یه نقطه‌ای در تقابل با قدرت قرار میگیره و تلاش میکنه که خواستهای خودش رو به پیش ببره و در مقابل قدرت در این نبرد مرعوب میشه به هر شکلی، حالا از طریق شکنجه یا حذف فیزیکی اتفاقی که برش میفته. جامعه اساساً به نظر شما همراه میشه با این دیگراندیش و این دیگراندیشی؟ یعنی وقتی به این نمونه‌های تاریخی متعدد نگاه میکنیم، کشتارهای متعددی که در طول تاریخ رخ داده و محدودم نیست به این نمونه‌هایی که بعد از انقلاب چه اعدام‌های سال 67 و موارد دیگه‌ای که پیش اومده، وقتی اینا رو نگاه میکنی، اینا رو مقایسه میکنی، واقعا به چه درکی میرسیم از جایگاه دیگراندیش در نسبتش در درون جامعه؟ ببینید، واکنش جامعه رو اگر نسبت به برای نمونه تو دوره خودمون ذکر بکنیم، کشتارهایی که حکومت اسلامی مرتکب شده از دیگراندیشان، میدونید حکومت اسلامی 6 کشتار بزرگ از دیگراندیشان در طی این 3 دهه مرتکب شده. اگر به طور عملی در واقع بخوایم واکنش بگیم، واکنش توده‌های مردم، چون من برخورد کردم که خیلی ها در واقع مردم رو سرزنش میکنن به این معنا که برای نمونه کشتار سال 67 که اتفاق افتاد و هزاران دیگراندیش قتل عام شدن، واکنش مردم چه بود؟ چرا در واقع مردم واکنش نشان ندادند؟ در مورد دیگراندیش، من همونطوری که
خدمتتون گفتم اینجا بیشتر بحث ما البته دگراندیشی سیاسی عقیدتی رو در بر میگیره، چون تو مفهوم وسیع‌تر یک بعد دیگه رو پیدا میکنه. اینکه چرا مردم واکنش نشون ندادن، به گمان من بیشتر میشه برایش دلایل سیاسی تصور کرد تا دلایل روانی یا روانشناسی اجتماعی براش در واقع فکر کرد و زمینه رو اون دید. برای نمونه، برای اینکه بحث مشخص باشه و یک مقداری روشن‌تر، سکوت مردم در قبال یکی از بزرگترین کشتارهای دگراندیشان در تاریخ معاصر ایران که همین کشتار سال 67 یا کشتار سال 60 بود، این به گمان من علتش این بود که در واقع مردم بی اطلاع و ناآگاه بودند و آگاهی نداشتن نسبت به این رخداد. من تردید ندارم که اگر در واقع در سطح جامعه چنین اتفاقی می افتاد و مردم می دونستن که نزدیک به 4 یا 5 هزار نفر از دگراندیشان جامعه رو و فرزندان خودشون رو به این شکل قتل عام می کنن، به اشکال مختلف واکنش نشون می دادن. حالا این واکنش میتونست ابعاد یا شکل‌های مختلفی به خودش بگیره. یه بخشش در واقع به گمان من این هستش که اگر واکنشی در مقابل کشتار دگراندیشان یا حذف دگراندیشان صورت نمیگیره، در واقع این واکنش به این دلیل هستش که مردم رو در رابطه با اون بی اطلاع میگذارن. اما اینکه توده مردم نسبت به حذف دگراندیشی، چون خود همون دگراندیشان هم پاره از توده مردم هستند، نسبت به اصلا عدم تحمل دگراندیشی و حذف دگراندیشی بی تفاوت باشن و واکنش نشون ندن، من یعنی زمینه های واقعیتش روانشناسانه برای این، حالا ایشون بهتر میتونه توضیح بدن، نمیبینم. بیشتر زمینه های اجتماعی میبینم، زمینه های میبینم که میشه در مثلا حیطه به اصطلاح آگاهی اجتماعی و در واقع توی اون سطوح مسئله رو بررسی کرد. وقتی این 6 فصلی که ازش صحبت کردین، 6 فصل کشتاری که انواع مختلف در طول 30 و چند سال گذشته تکرار شده، حالا بعد به مصداقهای تاریخی بیشتری هم خواهیم پرداخت، ولی وقتی به اینها نگاه میکنید، چون روی یک نکته انگوش گذاشتید که اینها دگراندیشی سیاسی عقیدتی به شکلی در واقع به اونها نزدیک میشن، توی این موارد، توی این 6 مورد چه تفاوتی بین جنس نوع برخورد و نوع دگراندیشی در اون مرحله؟ یعنی اگر ما بخوایم مثلا به کشتارهای اوایل انقلاب نگاه بکنیم، آیا واقعا میشود که اون افرادی رو که کشته شدن رو هم دگراندیش خطاب کرد، یا اینها افرادی بودن که در قدرت بودن، از قدرت به پایین کشیده شده بودن و بعد محصول یک خشونتی بودن که این خشونت اونها رو میخواست حذف بکنه، حاضر نبود که اونها رو تنها به حاشیه برونه، وجود اونها رو خطرناک برای خودش حس میکرد؟ یعنی ما در واقع تعریف اونجا از دگراندیشی و این عدم تحمل مخالف تو این 6 موردی که شما صحبت میکنید چقدر تغییر میکنه؟ ببینید، خب واقعیتش متفاوته، یعنی خیلی هم رو این موضوع گاهی برای خود من هم که فکر میکنم و کار میکنم سوال و پرسش مطرح میشه و پرسش هایی هم مطرح شده به حق. منتها برای نمونه، نخستین کشتاری که در حکومت اسلامی اتفاق افتاد به عنوان کشتار بزرگ به نظر من، از همون پشت بام مدرسه علوی در واقع 4 روز بعد از انقلاب، همون شبانگاه 26 بهمن 1357 که میدونید 4 نفر از سران حکومت اسلامی رو بر همون پشت بام مدرسه علوی تیربارون کردن و کشتارها شروع شد. البته اون کشتارها تنها اونجا متوقف نشد، در همون چارچوبی که مختص وابستگان به رژیم پهلوی باشه، بلکه تسری پیدا کرد، همونطوری که میدونید، به کردستان، به گنبد در همون سالا، و تسری پیدا کرد به کشتار اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان. من اون فاصله 57-58 اولین کشتار رو میگم. خب اونجا این سوال این بود که آیا همطور که شما فرمودید، آیا سلطنت طلبانی هم که کشته شدن یا وابستگان به رژیم، اینها هم جز دگراندیشان هستن یا نه؟ به گمان من هستن.
برای اینکه اونها اگر جرائمی مرتکب شده بودن به لحاظ حقوقی، خب طبیعی است که بایستی یک بررسی حقوقی میشد و در واقع به اون پرداخته میشد. اونها بیشترشون به گمان من همونطوری که مطرح شد به قتل رسیدن برای اینکه مثلا تفکرات متفاوتی داشتن، سلطنت طلب بودن، رژیم شاه رو قبول داشتن، یا نگاهشون اصلا به سیستم اجتماعی سیاسی و فرهنگی جامعه نگاه متفاوتی بود. ممکنه در میون اونها افرادی هم بودن که جرمای حقوقی و جرمای جزایی خاصی داشتن. خب طبیعی است اون بحث اونها میره توی یک محدوده دیگه ای. ولی برای نمونه من میگم مثلا آقای فرض کنید ذبیحی، یک مؤذن رو شما به یاد دارید که اون موقع اعدام کردن، یا کسان دیگری، یا بسیاری از کسانی که واقعا به خاطر نوع تفکر و اندیشه شون اعدام شدن یا برداشتی که داشتن از این دست مسائل. این هستش که به گمان من یه تفاوتایی هست. خیلی به صراحت و به دقت ریاضی نمیشه در مورد همه این کشتارها، کما اینکه در مورد کسانی که شیوه مبارزه مسلحانه رو اتخاذ کردن در قبال قدرت، سازمان چریکا، یا خیلی از من سوال میکنم سازمان چریکای فدایی که اون خودش مبارزه مسلحانه میکرد دیگر اندیش بودن اینها یا نه. خب البته جای فکر داره، ولی میشه اینو مطرح کرد که اگر حکومت یک برخورد دموکراتیک با این مسئله میکرد، با پذیرش دگراندیشی میکرد، تحمل میکرد دگراندیشانو، برای نمونه مثلا شاه نمیومد بگه من فقط یک حزب، بقیه اگر نمیخوان برن، یا نوع برخورد سیاسی با خودش اون تعیین نمیکرد و اون سرکوب خشونت آمیز در قبال مخالفانش نمی کرد، خب شاید مخالفان هم به این شیوه در واقع اتخاذ چنین شیوهی نمی کردن، یه شیوه مسالمت آمیز و سلجویانه رو برای مبارزشون انتخاب می کردن. پاسخ من به هر حال این خواهد بود که اون طیف وسیع در این شیش کشتار، این شیش کشتار یه بار مشخصا بگید منظورتون چه؟ ببینید نخستین کشتار به گمان من همون کشتاری بود که سال 58 اتفاق افتاد، بهش اشاره کردم که عمدتاً افرادی بودن که وابستگان به سلطنت. بله، ولی خب در همون سالها میدونید که اینها سال 58 به کردستان بلافاصله، یعنی کشتارها در تهران ادامه داشت، ولی تسری پیدا کرد به سرکوب قومها، کردها و بعد گنبد، و بعد همون هنگام شاید بشه گفت اقلیت مذهبی بهایی آنطور که سازمان عفو بین الملل میگه در همون دو سال نزدیک 97 یا 98 نفرشون کشته شدن به شکل بسیار فجیع. البته اینها چیزی که سازمان عفو بین الملل میگه، بدون تردید آمارها متفاوته. کشتار دوم به موازات همون کشتار اول اتفاق افتاد، کشتار در خارج کشور که اون هم به فرمان آیت الله خمینی بود، و اگر یادتون باشه آیت الله خلخالی همون سال 58 یک لیستی رو اعلام کرد که البته در این کتابش هم هست که کسانی که در خارج کشور میبایستی ترورشن به قتل برسن. خب از همین واشنگتن هم شروع شد و آقای طباطبایی و میدونید که نزدیک 100 نفر از روشنفکران و دگراندیشان و مخالفان حکومت در خارج ترور شدن. کشتار سوم کشتار سال 60 بود که آشناییم باش، و کشتار سال 67 چهارمین کشتار بود، کشتار در واقع قتل‌های زنجیره‌ای. من وقتی از کشتار میگم در واقع یک کشتار، یعنی قتل جمعی با برنامه و سازمان یافته از سوی حکومت رو عرض می‌کنم. قتل‌های زنجیره‌ای یکی از کشتارهایی بود که بیشتر از روشنفکران فرهنگی شد، و کشتاری که از طرفداران و فعالین جنبش سبز در سال 1388 شد، به ویژه از طیف جوانان. و فقط همین شش کشتار نبود، میدونید در این سه دهه کشتارهای پراکنده بسیاری در یا قتل‌های پراکنده زیادی در جامعه ما به خاطر دگراندیشی اتفاق افتاده، ولی این شش کشتار حکومت در سازماندهی و برنامه ریزی این کشتارها در واقع ایفای نقش میکرد. طالبی، نکته که به نظرم یه جالب هست اینجا بتونیم بهش گریز بزنیم این هست که در طول این شش مرحله که
صحبت شد و آقای نوره کار اشاره کردن، به نظر میاد که قدرت هم شیوه برخوردش رو تغییر میده. یعنی اگر ابتدا همه رو روی پشت بام اعدام میکنه، بعدن کم کم روش ها پیچیده تر میشه، بعد مثلا جنبش سبز رو سعی میکنه با حداقل خشونت با شیوه های جدیدتری سرکوب بکنه. وقتی این روند نگاه میکنیم، چطوری میشه که روش های علمی و این مسائل وارد شکنجه و در واقع اعمال قدرت و ارعاب میشه؟ این خواستگاه این ماجرا چه بود؟ هر دو طرف روش های خودشون عوض میکنن، هم توده مردم و هم دیگراندیشان روش مبارزشون رو با تمرکز و قدرت مرتب تغییر میدن و هم رژیم مرتب روش خودش رو تغییر میده برای بقا، برای زنده ماندن. صحبت‌های من با صحبت‌های دکتر زیاد متفاوت نیست. در محتوا ما یک چیزی رو میگیم، فقط در شکل بیان به نظر میرسه دو چیز میگیم. نه، من هم معتقد هستم که مسائل اجتماعی تعیین کننده است و من گفتم که وقتی که شما ثروت و مکنت و قدرت یک جا متمرکز میشه، آنهایی که این قدرت رو میخوان مونوپولی خودشون بکنن هیچ راهی ندارن برای اینکه ترس را در جامعه درونی بکنن، و جامعه‌ای که ترسید نمیتونه رفتار خیلی مشخص اجتماعی نشون بده نسبت به اعدام‌ها. در صورتی که مردم ایران روش‌های متفاوتی رو انتخاب کردن برای مخالفت با این اعدام‌ها، نتونستن بیان به طورت متشکل مبارزه بکنن که ما ببینیم این رفتار را، ولی بیشتر رفتن به طرف روش‌های منفی مبارزه. ببینید، وقتی که قدرت سعی میکنه خودش رو متمرکز بکنه، توده مردم دو تا سه راه بیشتر ندارن، یا باید بشن مبارزه بکنن یا تسلیم بشن. چرا جامعه ایران میره بیشتر به سمت مبارزه منفی تا بخواد که نمود بیرونی داشته؟ برای اینکه هیچ فرصت دیگه براش وجود نداره. شما مبارزه یا به شکل مدنی صورت میگیره یا به شکل مسلحانه. رژیم متمرکز به هیچ عنوان اجازه نمیده که چه مبارزه مسلحانه رو پا بگیره و چه مبارزه مدنی و اجتماعی. نمونش اینه که اگر اینطور بود تاج‌زاده حالا باید آزاد بودن. چرا تاج‌زاده الان زندان هستن؟ اونا که نمیخواستن این مسلحانه مبارزه بکنن، اونا میخواستن یه شیوه مدنی را پیش ببرن. خب من میگم که انسان وقتی که این شرایط پیش میاد، بخصوص در شرایط بحرانی و یک سیستم ایدئولوژیک تمام قدرت را قبضه خودش میکنه، توده های مردم یا باید مهاجرت بکنن یا باید عقب نشینی بکنن، برن معتاد بشن یا افسرده بشن، یا اینکه شروع کنن به نوعی از مبارزه که مبارزه همه 70% جامعه ایران که نمیتونن مهاجرت بکنن، که هم که نمیتونن دست به توفن، همه میخوان زندگی بکنن، برای تنازع بقا مجبور میشن که به طرف قدرت برن. تا زمانی که میبینن این قدرت متمرکزه، اما به محضی که احساس کردن که در این قدرت ترک ایجاد شده، همین توده‌ایه که با قدرت هماهنگ بوده اولین گروهی هست که فشار میده که این ترک تبدیل بشه به شکاف، و اولین گروهی هست که جبهه رو عوض میکنه. در زمان شاه هم دیدیم، در زمان مصدق هم دیدیم. بنابراین نمیشه روی این رفتاره که مردم بر اساس ترس و بر اساس اجبار و بر اساس تنازع بقا با رژیم همکاری میکنن، این را ما رفتار بگیم که واقعا رفتار نچراله. یه رفتار سازشی است، ولی میتونه خیلی زود عوض بشه تا زمانی که احساس بکنن که در سیستم متمرکز یک شکافی ایجاد شده. تفاوت شما میبینید بین شیوهی که حکومت جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مخالفین خودش به کار میگیره و اون چه که در کشورهای دیگه، این مطالعه روش شیوه شکنجه در ایران و کشورهای دیگه چه چیزی رو به ما میگه؟ اولا من اعتقادم اینه که ما وقتی در مورد شکنجه صحبت میکنیم، شکنجه یک چیز عمومی است و مختص یک جامعه و فرهنگ و یک محدود جغرافیایی نیست، مخصوص انسانه. از قرنهای پیش هم شکنجه بوده. خود حضرت عیسی رو شکنجه کردن بالای دار، پاتریس لومومبا رو انداختن بلژیکیا توی خمره اسید. این شکنجه همیشه وجود داشته و در تا زمانی که انسان وجود داره توی وجود انسانه. هر انسان تشکیل شده از دو نیروی متخاصم درونی، نیروهایی که به طرف فرشته بودن میرن و نیروهایی که به طرف دیو بودن میرن. بنابراین ما در درون خودمون نیروهای متضاد داریم، همیشه با هم چالش میکنن، بین آگاهیمون و خودآگاهیمون، بین
تفکرات اخلاقی فردی خودمون و آنچه که جامعه از ما انتظار داره. ما همیشه این تضاد رو داریم. حالا همه هم شکنجه‌گر نمیشن و یک شرایط خاصی ایجاد میکنه که یک عده برن تعریف تبدیل بشن به شکنجه‌گر. و من اعتقاد دارم که افرادی که خودشون در زمان شکنجه شدن میتونن در یک شرایط دیگه خودشون تبدیل به شکنجه‌گر بشن. خیلی از این افرادی که شکنجه شدن ممکن در زمان شاید زندان بودن، مبارز بودن، ولی تبدیل میشن به شکنجه‌گر. چه شرایطی، من دارم روی این صحبت میکنم که چه شرایطی باعث میشه که انسان اینقدر عوض بشه. یعنی به جای اینکه قسمت‌های مثبتش یا فرشتگیش رشد بکنه، به سمت دیو. و این امکان برای همه ما هست. آقای نقره‌کار، وقتی که به این تاریخ عدم تحمل مخالف نگاه میکنیم، این به نظر شما زمینه مذهبی داره در ایران به ویژه صحبت میکنیم؟ صرفاً نه. ببینید، اگر یه نگاه تاریخی من اجازه دارم کوتاه بکنم، ما در واقع این دگراندیشی رو، یعنی عدم تحمل رو، میتونیم توی در واقع توی کاتگوری متفاوتی ببینیم. زمینه‌های عدم تحمل دگراندیش میتونه مذهب باشه و دین، که به نظر من بالاترین نقش رو داره و این رو ما در تاریخ خودمون شاهد بودیم. ما متاسفانه قبل از حمله اعراب به ایران، شما اگر گاتهای زرتشت رو که یکی از بزرگترین شخصیت‌های به هر حال جامعه ما و جامعه جهانیه و شخصیت برجسته است و به گمان من با توجه به شرایطی که زندگی می‌کرده بسیار انسان برجسته و خردمندی بوده، حتی برای اون دوره، با خرد اون دوره عرض می‌کنم، با معنای از خرد اون دوره، ولی در آموزه‌هاش باز عدم تحمل دیگری رو می‌بینیم. در گات‌ها الان یادم نیست کدوم قسمتش، وقتی برخورد می‌کنه با فرض کنید بت پرستان، چنان از خودش خشم نشون میده که آدم فکر میکنه این اون آدمی نیست که میگه پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک. این رو ما به طور کلی جای پای این نوع برخورد، یعنی برخورد مذهبی و دینی رو با دیگر اندیشی در طول تاریخ خودمون میبینیم. و حتی در دوره هخامنشیان، اشکانیان برخوردشون با مسیحیان از نمونه هاست که در همدان، ری و اصفهان چه برخوردی داشتن. ساسانیان مخصوصا مزدکیان رو به خاطر در واقع یک نوع نگاه مذهبی، مغان در واقع نقش داشتن در اون کشتار بزرگی که انوشیروان عادل ما که روح جاوید عدالت میگفتیم نقش داشت. بعد از حمله اعراب به ایران هم اینو به وضوح میبینیم، چه دین چه جایگاهی برای این مسئله عدم تحمل داشت. برای اینکه واقعیتش اینه که همه ادیان، البته مسیحیت تغییراتی کرده، ولی می‌بینیم در سایر ادیان، به ویژه ادیان کتابدار و دین خودمان اسلام، خب اساسش این هستش که حقیقت در چنگال اون دینه، حقیقت در دست اون دینه و اونها مالک حقیقتن و دیگرانی که این حقیقت رو نمیپذیرن باطلن. و خب هر جا دین قدرت رو گرفته، هر جا کوتاه اومده تو قدرت نبوده، ولی هر جا قدرت رو گرفته، یا باطل باید تمکین میکرده به اون حقیقت، یا اینکه حذفش میکرده. حذف هم فیزیکی اول نبوده، میدونید، از آزار و اذیت و تحقیر و تحمیق و تکفیر گرفته تا آمده به حذف فیزیکی. دین نقش مهمی داشته، ولی سیاست هم به همین شکل. شما نگاه بکنید در شرایط خودمون، حکومت‌های تمامیت‌خواه و دیکتاتور در واقع در بروز دگراندیشی و عدم تحمل دگراندیشان نقش داشتن. برای که بخشی از دگراندیشان اگر روشنفکران بپنداریم که هستن، با حکومت‌های تمامیت‌خواه برخوردشون برخورد انتقادی است، نمیپذیرن، تحملشون نمیکنن و به همین ترتیب میرن تا حذفشون. جدا از دین و سیاست، شما ببینید که فاکتور نژادی گاهی باعث شده که عدم تحمل پیش اومده. یه گروه اجتماعی فکر میکرده گروه اجتماعی برتره، به خاطر رنگش، به خاطر دلایل مختلف. فاکتور نژادی هست، فاکتور مذهبی هست، حتی فاکتور اقتصادی خودش میتونه عدم تحمل دیگری، یعنی در جامعه‌ای که فقر هستش و به شکلی اون بی‌عدالتی اقتصادی، اجتماعی و حتی قضایی هست، شما میبینید که گروه‌های اجتماعی نسبت به هم عدم تحملشون، عدم تحمل به اصطلاح
گروه های اجتماعی دیگر براشون فلواقع قابل پذیرش نیست. در کنار اینا میخوام بگم فاکتورهای مختلفه، ولی دین بیشترین نقش رو ایفا کرده در تاریخ ما. من الان یادم افتاد مثلا یک واکنش روانی برای عدم تحمل دیگری، میدونید اون روانشناسی اجتماعی یک جامعه است، همون که در واقع استریوتایپ میکنه یه چیزی رو. مثلا جامعه ما شما در نظر بگیرید برای اینکه همیشه مورد هجوم اقوام مختلف بوده، یا به شکل مستقیم یا در شکل معاصرش، حالا تعاریف امپریالیستی فلانش از این بحثا، این روانشناسی اون جامعه فلواقع آماده است برای هر آنچه که فکر میکنه داره از بیرون میاد مقاومت میکنه. یک مقاومت میکنه و یک عدم تحمل نشون میده. برای همین است که نسبت به روشنفکران در جامعه ما میدونید اون پدیده روشنفکر ستیزی رو میشه اینجا هم دید که در بخشی از توده های ما هست، یک واکنش روانی نسبت به این امر میتونه باشه. به هر حال به قول اینا چند فاکتور است این سوال شما پاسخش، ولی دین لااقل در جامعه ما بیشترین و بزرگترین نقش ایفا کرد. این نکته اگر مطلبی دارید آقای طالب بشنویم، و دوست دارم چون وقتمون هم محدود هست بحث رو اینجا بتونیم جمع بکنیم، و اون اتفاق است که الان داره در خاورمیانه شاهد هستیم و از طرف حکومت جمهوری اسلامی هم به جامعه به شکلی تزریق میشه، و اون این هست که باورهای مذهبی شما، اعتقادات شما مورد بی‌حرمتی قرار میگیره، شما باید واکنش نشون بدید، شما باید بایستید برای این اون چه که براتون مهم هستش. شما وقتی این تصاویر رو میبینید، این اتفاقات رو میبینید، این نوع واکنش رو میبینید، تو این حالا بحثی که ما داشتیم نسبت دگراندیش با قدرت، شیوهی که عدم تحمل مخالف در واقع در طول تاریخ ما ازش صحبت کردیم، خود مذهب میاد به کمک این قضیه و حتی اقلیت‌های مذهبی خودشون قربانی این در واقع عدم تحمل میشن، در این چنین فضایی چه آینده‌ای رو شما برای جامعه ایران و در این نگاه کلی‌تر منطقه متصور هستید؟ مسئله سوال بزرگ و سیاسی بیشتر تا اینکه روانی باشه من بتونم جواب بدم. عرض کنم به خدمت شما متاثر میکنه جامعه ما را. برای بخشی از جامعه ما به هر حال چه قبول بکنیم چه نکنیم مذهبی هستند و به نوعی تحت تبلیغات این سیستم قرار میگیرن، ولی ما باید اینم قبول بکنیم که ما همیشه نسبت به تغییر مقاومت داریم و به سادگی نمیتونیم هر تغییر رو قبول بکنیم. انسان ها روش جدید زندگی کردن برامون خیلی سخته که بپذیریم. انسان‌هایی که طور دیگه فکر میکنن، طور دیگه لباس میپوشن، طور دیگه میاندیشن، برامون خیلی مشکله تحملشون. بنابراین با چیزی ما خیلی خودمون راحتیم که باش عادت کردیم. بنابراین مردمی که الان اینجا دارن بلند شدن، درسته که ازشون سوء استفاده شده به شکل خیلی زیرکانه و اینها را به خاطر منافع خودشون، مسائل سیاسی خودشون، اینها را به اصطلاح وسیله قرار دادن برای اردن به خیابون، ولی این مردم واقعا همشون خودشون هم قربانی این توطئه هستن. اصلا خودشون هم نمیدونن چرا این کار رو میکنن. گفتم که وقتی که یک حرکت اجتماعی، وقتی که توده های مردم راهی برای راه منطقی برای ابراز وجود ندارن، هیچ چاره‌ای ندارن که برن به طرف قدرت. کسی که قدرت داره جذبشون میکنه، بنابراین خیلی راحت اینا میتونن تبدیل بشن به عامل دست کسانی که قدرت رو دارن و کسانی که ثروت رو دارن، کسانی که امکانات رو دارن، کسانی که آموزش پرورش در اختیارشون، تبلیغات رو دارن. برای گذشتن از این مرحله و به مرحله بعدی، پسا به قول معروف شکنجه و دگراندیشی، ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه آموزش پرورشون رو دستکاری بکنیم. هیچ چاره‌ای نداریم که سیستم یادگیریمون از دوران کودکی عوض بکنیم. هیچ چاره‌ای نداریم که در تغییر بدیم سیستم حکومتی خودمون رو تا بتونه این تمرکز و قدرت همه جا بره و همه بتونن. و اگر این جریان ادامه پیدا بکنه، بنابراین در بر همان پاشنه خواهد چرخید. چرا؟ اینکه برای اینکه این مسئله از فقط مختص جامعه ما نیست، همه جا بوده. ایدئولوژی وقتی که حاکم میشه، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، تمام حقیقت را ادعا میکنه که در خدمتش هست داره و دیگران چیزی نمیدونن و دیگران باطل هستن، و چون من تمام حقیقت پیش من هست و من درست میگم، بنابراین شخص طرف دیگر را که
آقای دکتر میگن دگراندیش، این رو از انسانیت خالی میکنه، دیهیومنایزش میکنه، یعنی تو انسان نیستی و چون انسان نیستی من به خودم حق میدم که هر بلایی که دقیقاً این رابطه رو ما در رابطه شکنجه و شکنجه شونده در اون نه توی زندان، در اون زندان مجرد ما میتونیم ببینیم رابطه یک شکنجهگر با یک شکنجه شونده یه رابطه است که من انسان هستم و تمام حقوق مال منه، من درست میگم و تو هیچ، تو حرف درست نیست و تو مثل یک حیوانی، بنابراین من حق دارم که هر بلایی که میتونم بر سر حیوان بیارم بر سر تو هم بیارم. این فقط مختص جامعه ایران نیست، کاتولیک ها از این بدتر کردن با پروتستان ها، توجه میکنید توی تمام کشورهای بوده وقتی که سیستم آموزش پرورش ما سیستم آموزش پرورش معیوبی هست و یک جانبه افراد را تربیت میکنن، ذهن را طوری پرورش میدیم که ما نتونیم دیگران را تحمل کنیم، نتونیم افراد دیگری که مثل ما فکر میکنن تحملشون بکنیم، طوری دیگه لباس میپوشن، طوری دیگه مینوشن، طوری دیگه عشق میورزن و بنابراین ما خودمون را فقط میبینیم. این یک نوع خودشیفتگی خطرناکه و مرضی است. آقای طالبی، روانشناسی اجتماعی به ما چه میگه وقتی که این توده مردم رو میبینیم که اونقدر حساسیت دارن و فکر میکنن که هر گونه دیدگاهی برخلاف باورهای اونها باید محکوم بشه، باید از بین بره، باید حذف بشه و این رو حالا ممکنه به گفته شما ناآگاهانه در شکل خشونت‌آمیز این رو منعکس میکنن؟ این تنها راهی برای این توده مردم که خودشون ارضا بکنن، اگر راه‌های دیگه برای ارضا و خودشون نیازهای خودشون داشتن مطلقاً به این کار گرایش پیدا نمی‌کردن. چرا فقط این مختص جوامع ما است؟ چرا مختص فقط جوامع به اصطلاح آمریکای لاتین و خاورمیانه است؟ برای که این توده ها هیچ وقت این فرصت پیدا نکردن طوری دیگه فکر بکنن، طوری دیگه زندگی بکنن و طوری دیگه ببینن. فقط یه راه براشون بوده. چرا مردم سوئد این کارو نمی‌کنن؟ چرا مردم عرض کردن به خدمت شما نروژ این کارو نمی‌کنن؟ و چرا اونا بودن نمی‌شن درباره مثلا وقتی کسی درباره مذهبشون چیزی بگه این طور تحریک بشن و حرکت بکنن؟ بنابراین این برمیگرده به سیستم تربیتی ما و سیستم محدود بودن آموزشی ما و برمیگرده این که در یک شرایط خاص توده ماب، توده انبوه که بدون چیز میشه اینها را چیکار کرد؟ به راه واداش که متفاوته با اون چیز فردی خودشون هم، حتی ممکنه این شخص در نهتوی وجود خودش آدم خشنی هم نباشه، کمان که خیلی از ساواکی ها آدم های پدرهای خیلی خوبی بودن، مادرهای خیلی خوبی بودن، ولی وقتی که می اومدن باش یک دگراندیش چیز می شدن، یک موجود دیگه تبدیل می شدن. بنابراین من فکر می کنم که توده بی‌هویتی که الان توی خیابونا هستن و میگن ما همه سرباز توییم خمینی، گوش به فرمان توییم خمینی، به شکل دیگه دارن اینه میگن، اینا کسانی هستن که راه دیگه بهشون داده نشده که فکر بکنن، اگر راه دیگه داشتن فکر بکنن طبیعتا این راه رو نمیرفتن. نقره کار، میخوایم تفاوت تو همین حوزه بحث رو جمع بکنیم، حکومت این وسط اون بحثی که از ابتدا شروع کردیم، یعنی قدرت در واقع اینجا چه نقشی بازی میکنه؟ اگر در همین جامعه آمریکا ایده هستن فیلمی ساخته میشه در مورد عیسی مسیح، مخالفن باش، کلیساها اعتراض میکنن، فیلم هم نمایش داده میشه ولی میرن جلوی در سینما میستن، تابلو میگیرن و مردم رو ترغیب میکنن که نرین فیلم رو ببینید. حکومت در مدیریت در واقع انعکاس اعتراضات مردم نسبت به اون چه که فکر میکنن توهین به مقدساتشون هستش، به باورهایشون هست، چه نقشی بازی میکنه؟ حکومت چطور میتونه آستانه تحمل جامعه رو در تحمل مخالف، تحمل دیدگاه دیگر بالا ببره؟ ببینید، به گمان من اصلا کلید ماجرا اونجاست که سیاست با مذهب و حکومت با مذهب در میامیزه، یعنی بیشتر گرفتاری ها اونجاست. وقتی اینها جدا از هم باشن در واقع ما این نوع پدیده ها رو نداریم. یعنی نقش حکومت و نقش سیاست آنجایی که شما مذهب رو در واقع به قلب ها و خانه ها برمیگردونید و هر کی به عنوان یک به هر حال پدیده و عنصر خصوصی هر فرد اون جایگاه رو براش قائل میشی، شما با این نمونه هایی که ما الان شاهدش هستیم نمیبینید. نمونهش همین امریکا همونطوری که گفتید اینجا، یا سوئد و مثال زدیم یا جاهای دیگه. یعنی واقعا من توده مردم رو قبول دارم، توده مردم ما
توده مردمان اون منطقه یا مردمان ما آگاهیشون به دلایل گوناگون متفاوت با آگاهی مردم امریکا. مقصر هم خودشون نیستن، دلایل خاص خودشو داره. ولی نظامی که تو این کشورها هست به خاطر تفکیک این دو از هم تا حدودی تونسته کنترل بکنه شرایطی رو که اون وضعیت پیش نیاد. و فی الواقع این حکومته که نقش تعیین کننده آموزشی و رفتاری اعمال کرده و میکنه، طوری که بدون اینکه در واقع متوسل بشه به اعمال خشونت، حالا خشونت به هر شکلش، زبانیش، نمیدونم روانیش یا حتی فیزیکیش، بدون اینکه متوسل به اینها بشه با تفکیک اینها تونسته این امر کنترل بکنه. و اگر در واقع تو جوامع ما چنین اتفاقی بیفته، ما یه بخشی از این مشکلات رو پشت سر خواهیم گذاشت. ضمن اینکه خب ادیانی هم که در این دو جامعه هستن الان ویژگی‌های متفاوتی دارد. اما همطوری که شما هم اشاره کردید و به ویژه به مسئله آموزشیشون هم اشاره کرد، حکومت‌ها خیلی نقش دارن، نقش کلیدی دارن، به ویژه آنجا که برمیگرده به خب وقتی جدایی دین، همون سکولاریسم رو شما مطرح میکنید به عنوان یک فلواقع، یک راهکار پر اهمیت. خب اونجا بخشیش در واقع این هست که شما نهاد آموزش و پرورش رو هم از محدوده دین مستقل میکنید، نهاد آموزشی رو. و خب جاهایی که ما دیدیم این گونه بوده و حکومت‌ها تا حدودی به شکل خیلی دموکراتیک رو اون نهاد و سایر نهادهای دیگه تسلط داشتن و تلاش کردن که به همونطور که عرض کردم شیوه‌های دموکراتیک با مسئله مواجه بشن، ما مسئله عدم تحمل دیگری رو و دیگراندیستیز رو بسیار کم دیدیم. و این نوع حرکت‌هایی که الان در خاورمیانه می‌بینید، چون اونجا هم واقعیتش توده‌های مردم به اون معنا، جامعه خودمون رو در نظر بگیریم دیگه، واقعا توده‌های مردم تنها تحت تبلیغات و تأثیر آنچه که حکومت‌ها می‌گویند و می‌کنند حرکت. شما در نظر بگیرید که چه نقشی کنترل رسانه‌ها داره در تهییج و حرکت توده‌ها. و خب تو جوامع ما می‌بینید چگونه در کنترل این حکومت‌هاست. در واقع اگر این نقش سیاسی مذهبی رو به این شکلش، به شکل که حتی با کنترل رسانه‌ای، با یعنی با می‌دونید که مثلا حکومت اسلامی در واقع اهرم‌های مختلفی رو برای این کار پیش می‌بره، برای تهییج توده‌ها که در کشورهای دیگه هم به کار بردن، هم از اهرم ایدئولوژیک استفاده می‌کنه، هم از اهرم واقعا امنیتی و نظامی که با پیش دیدیم، هم از همون سرکوب نرم که در واقع سرکوب رسانه‌ایه، یعنی کنترل رسانه‌ای و سرکوب سایر در واقع رسانه‌ها و میشه گفت صداهای دیگه. تمام این مجموعه رو نگاه بکنیم، در لااقل در منطقه خودمون یا در ایران، میبینیم نقش حکام و نقش اون مجموعه ای که حکومت میکنه در بروز این حرکت ها بسیار نقش داشتن. خود توده ها در واقع اگر این عوامل به گمان من در جامعه ما دستی جریان های دموکراتیک باشه، اون تفکیکی هم که من اشاره کردم، اینا اتفاق بیفته، به راحتی نمیشه توده ها رو سر یک سری مسائلی به خارج به خیابان ها کشان. و اینکه ما در این جهان نمیبینیم به خاطر اون اتفاقا و این نوع تفاوت هاست به نظر من. من یه مسئله دیگه میتونم اضافه کنم روی مسئله. من فکر میکنم که یک بخش قضیه اینه که افرادی که میان تو خیابون و دست به این کارها میزنن به هیچ عنوان مسئولیت فردی در قبالشون نیست. یعنی سیستم بنا گفته که شما برید این کارو بکنید، شما هیچ کس از شما بازخواست نخواهد کرد، شما جوابگوی رفتار خودتون نیستید. یه بخشش در واقع شاید ناشی از ضعف حکومت مرکزی ادم، ولی شما در جوامع مثل جوامع فرض کن حالا هیچ جامعه‌ای بهشت موعود نیست، در اینجا من خب با کودکان سر کار دارم، می‌بینم از دوران ابتدایی، از اولین روزهایی که بچه پاش به مدرسه میذاره، یاد میگیریم بچه که یک حقوقی داره و دیگران یه حقوقی داره، در برابر رفتاری که انجام میده با مسئول جوابگو هست. بنابراین برای هر رفتاری که میخواد بکنه متوجه کانسیکونس یا
واکنش های جامعه و بازخواست و ریسپانسیبیلیتی مسئولیت رفتار خودش. ما این چیزها را در جوامع مثل جوامع خودمون، چرا حکومت میگه شما برید نگران نشید من جوابگو هستم؟ دقیقا همین کاری که آقای دکتر میلگرام کرد توی تحقیقات خودش نشون داد که افرادی که شکنجه میکنن دیگران را تا یک حدی که میرسه که احساس گناه میکنن که من چرا این بنده خدا رو شکنجه میکنم، دکتر بهش میگه که این بخشی از آزمایشه، برو جلو نگران نباش من جوابگو هستم. بنابراین بار مسئولیت را از دوش شخص شکنجه‌گر یا کسی که دیگر اندیش کشه برمیداره و میذاره به عهده خودش، یعنی حکومت این کارو میکنه. و این در تمام حکومت‌های دیکتاتور و تمامیت خواهم یکسانه، یک کتابی دارن استفاده می‌کنن. همین کارو هم هیتلر انجام داد، منتها حالا یک نوع عوض شده به خاطر اینکه سیستم نرمیشون گفتن یه خود بیشتر گسترش پیدا کرد. تمامش تنها راه برون رفت از این ماجرا و این حلقه گم شده معیوبی که تکرار میشه در جامعه ما، هیچ راهی ما نداریم که از بچه‌ها شروع بکنیم، هیچ راهی نداریم که ما دستکاری بکنیم سیستم آموزش پرورشمون، هیچ راهی نداریم سیستم ارتباط جمعیمون رو آموزش همگانی دستکاری بکنیم. ولی تا زمانی که سیستم ترک بر نداشته، سیستم که اجازه نمیدیم کار بکنیم. تا دبیر دو سه دقیقه وقت داریم، میخوام از هر دو شما این پاسخ این سوال رو بگیرم. وقتی صحبت از عدم تحمل مخالف میشه، ما الان این روزها با یک بحث قدیمی به شکل دیگری دوباره روبرو شدیم، با اون بحث خودمختاری، تجزیه طلبی است و حقوق قوم ها و اقلیت ها. توی این فضا و این بحث بسیار پرتنشی که یک طرف صحبت از تمامیت ارضی میکنند و هر گونه اظهار نظری از سوی اقلیت های قومی که ممکنه خیلی از اونها خودشون اقلیت ندونن مطرح میشه، در این چنین فضایی این چگونه میشود آستانه تحمل مخالف رو بالا برد؟ کار ساده نیست. من خودم اقلیت قومی هستم و چون با این مسئله درگیر هستم، من فکر میکنم اگر این چنین اتفاقی بیفته زمانی که قوم های ما جدا بشن، مقصر هیچ کس نیست جز حکومت جمهوری اسلامی. برای که اینها فشار و خفقان و کشتاری که به طور سیستماتیک در عرض 30 سالی بر علیه اقوام به خاطر زبانشون، به خاطر فرهنگشون انجام شده، اقوام راه دیگری برای تنازع بقا پیدا نمی‌کنن جز اینکه از مرکز دور بشن. بنابراین ما نمیتونیم گناه رو بندازیم گردن فقط اقوام. اما یک مسئله دیگر هم من میگم که اون اینی که مشابهت های ما بین انسان ها خیلی خیلی بیشتر و مهمتر است از اختلافات ما. We are all the same. We look different. ما به اصطلاح مشابهت ها و سیمیلاریتی مون خیلی خیلی بیشتره. یک کرد و یک شمالی و یک بلوچ مشابهت های ایرانیش خیلی خیلی بیشتر از اون هست که حالا این مسئله رو. بنابراین ما این مسئله رو باید بهش دقت بکنیم که ما یک کلیتی داریم به نام ایران، ولی به این معنا نیست که در این کلیت ایران ما دیگران باید بیان حل بشن. من مسئله رو دوگونه می‌بینم. نه من از استحاله یا اسیمیلیشن اصلا مخالفش هستم که قوم‌های دیگه بیان تو قوم دیگه بزرگ حل بشن، نه این راهش نیست. راه رضا شاه را 100% من رد می‌کنم، راه درستی نبود نسبت به قوم‌ها. ولی ما می‌تونیم در تمامیت ارضی کشور خودمون داشته باشیم، ولی قوم‌های دیگه هم بتونن به همون حقوق خودشون، زبانشون، ملیتشون ادامه بدن. دو دقیقه. بله. نه من این بحث خیلی خوب هست. این بحث اصلا دیگراندیشی قومی معمولا توی این بحث ها جاش خالی هستش. بله. که باز بشه و روش گفتگو بشه. ولی اون به طور مشخص آنچه که این روزا مطرح هست ما دنبال میکنیم، چه اونهایی که خیلی قاطعانه نسبت به حفظ تمامیت ارضی صحبت میکنن و دیدیم این روزا با چه شور و شعفی به ویژه به حمله به حزب دموکرات یا حزب کومله یا برخوردهای اونا مواجه هستیم، بسیاری از اطلاعیه متفاوت، یا اونور برخی از اقوام که به نوعی میشه دید سراغ جدا شدن میرن و خیلی پوشیده ولی به عنوان یه خاص مطرح میکنن، میبینیم به گمان من یک نو همون برخورد مطلق گرایانه تو هر دوشون میشه دید، یعنی یا نفی مطلق این قضیه است یا پذیرش مطلقشه، یعنی همون بیتعادلی که ما فی‌الواقع تو همه عرصه‌های حیات اجتماعی خودمون شاهد بودیم، از سیاست گرفته تا
به آنجا موقعی هم که با مسئله قومیت برخورد میکنیم یهو مواجه میشیم که دو طرف دوچار یک بی‌تعادلی هستند. به گمان من میشه این رو به یک حد متعادلی رسون و اگر با اون نگاه مطلق گرایانه برخورد درستی بشه و هیچ کدام فکر نکنن که در واقع همون حرفی که من زدم نگاهشون نسبت به آنچه که میاندیشن و باید رفتار بکنن نگاهی است که تنها اونها فکر میکنن حقیقت است. هفته گذشته رو در دوشنبه با برنامه‌ای در مورد 20 سال روز ترور میکونوس آغاز کردیم. برنامه‌ای که با استقبال شما بینندگان و شنوندگان عزیز روبرو شد. مطلبی در پایان برنامه عنوان شده بود از سوی آقای رحیم رشیدی روزنامه‌نگار کرد که یکی از مهمانان برنامه بودن با این مضمون که آقای رشیدی در پایان برنامه این مطلب عنوان می‌کنه که مردم کردستان همیشه از آقای بنی صدر برای این فرمان که پوتین ها را باز نکنید تا کردستان را تصرف میکنید عصبانی بودند، ولی ایشان در روند دادگاه میکونوس کمک فراوانی کردند. این صحبت آقای رحیم رشیدی بود در مورد آقای بنی صدر در پایان برنامه. دفتر آقای بنی صدر با ما تماسی گرفت برای روشن شدن این مطلب و اینکه اشاره داشتن سوء تفاهمی در این ارتباط در طول سالها پیش اومده. روزنامه اطلاعات پنجشنبه 14 فروردین 59 فرستادن. کل مطلب این گونه است: در آذربایجان غربی کسی که یاغیگری پیشه کرده و عده‌ای را به گروگان گرفتند، از جمله فرماندار خوی، دیروز این مطلب در کمیسیون امنیت ملی گفته شد و آنها 3 روحانی فرزند پیغمبر را کشتند و 6 نظامی را تهدید کردند که اگر تا 24 ساعت پادگان‌های ژاندارمری را منحل نکنید، و چون عده‌ای از آنها نیز گرفتار شدند گفتند اگر گروگان‌های ما را رها نکنید ما گروگان‌های شما را خواهیم کشت. در آنجا گفته شد که مبادله انجام بگیرد. اشارهشون به جلسه کمیسیون امنیت ملی است. آقای بنی صدر میگه من مخالف بودم و مخالفم. کسانی که در خدمت جمهوری اسلامی قبول خدمت می‌کنند، شهادت قدم اول آنهاست و باید آماده شهادت باشند. اگر رئیس جمهوری شما را هم به گروگان بگیرن، شما حق ندارید تسلیم منطق دشمن بشوید. بنابراین اگر آنها تهدید خود را اجرا کردند، انا لله و انا الیه راجعون. ما آن گروگان ها را شهید ملت تلقی میکنیم. اما آقای بنی صدر در پایان میگن از همین لحظه ارتش حق ندارد پوتین از پای درآورد مگر آنکه آن خطه را از وجود این یاغی ها پاک کند. ایشون توضیح میدن که اشارهشون به مردم کردستان نبوده، اشاره به اون یاغی و اون گروهی هست که در آذربایجان غربی دست به این گروگانگیری و این وضعیتی که الان توضیح داده شد داشتن. در آذربایجان شرقی غربی کسی که یاغیگری پیشه کرده، عده‌ای رو به گروگان گرفته که از جمله فرماندار خود، دیروز در اجتماع امنیت، جلسه شورای امنیت، امنیت ملی ما این مسئله گفته شد. اونها 3 روحانی فرزند پیغمبر رو کشتن، 6 نظامی رو و تهدید کردن که اگر تا 24 ساعت پادگان‌های ژاندارمری رو منحل نکنید، اگر گروگان‌های، چون از اونها هم عده‌ای گرفتار شدن، گروگان‌های ما رو رها نکنید ما گروگان‌های شما رو خواهیم کشت. در اونجا گفته شد که مبادله انجام بگیرد. من مخالف بودم و مخالفم. کسانی که در خدمت جمهوری اسلامی قبول خدمت میکنند، شهادت قدم اول اونهاست و باید آماده شهادت باشند. اگر رئیس جمهور شما را هم به گروگان بگیرند، شما حق ندارید تسلیم منطق دشمن بشن. اگر اونها تهدید خودشون رو اجرا کردن و این نایله راجعون، ما اون گروگان ها رو شهید ملت تلقی می کنیم. اما
از همین لحظه ارتش حق ندارد. پوتین از پا در آورد مگر اینکه از وجود این یاغی ها پاک کند. دفترشون مطلب رو بر ما فرستاد و برای روشن شدن مطلب این رو لازم بود عنوان بکنیم. برنامه امشب رو با این توضیح به پایان میبریم. تا افق دوشنبه 3 مهر ماه یادتون نره ساعت 8 شب به وقت ایران.